گروه تا دو خبرنگار آریانا نیوز را پس از یک بحث تحلیلی و سیاسی بازداشت کردند. عفه بین الملل میگوید که بازداشت خبرنگاران آریانا نیوز توسط این گروه غیر قابل توجیه است. سلام بر شما. اول فوریه 2022 میلادی و 12 دلوی 1400 هجری شمسی است. دیروز نظامیان گروه تا دو خبرنگاری آریانا نیوز را پس از یک بحث تلویزیونی به گونه وحشتناک بازداشت و به جای نامعلوم انتقال دادند. مسئولان بلندپایه این تلویزیون نیز تایید کرده بودند که گروه تا دو همکارشان را از آریانا نیوز به گونه وحشتناک بازداشت کردند. او همچنان تاکید کرده بود که تاکنون انگیزه و دلیل این بازداشت معلوم نیست و گروه تا شدیداً آزادی بیان را سرکوب می‌کند. او نوشته بود که خانواده های اسلم حجاب و واریس حسرت نگران وضعیت سلامتی این دو خبرنگار هستند. اما از قرائن پیداست که این بازداشت پس از یک بحث تلویزیونی انجام شده است، زیرا یکی از مهمانان از عملکرد گروه تا انتقاد کرده و گفته بودند که در 20 سال گذشته عامل تمام جنگ ها در افغانستان آنان بودند. اکنون سازمان عفو بین الملل بازداشت دو خبرنگار آریانا نیوز توسط گروه تا را خودسرانه و غیر قابل توجیه خوانده و خواستار رهایی آنان شده است. این سازمان امروز سه‌شنبه 12 دلو در توییت نوشته است که چنین حملات فزاینده علیه آزادی رسانه‌ها تهدید جدی برای حق آزادی بیان است. عفو بین الملل تاکید کرده است که گروه تا باید بدون قید و شرط و فوراً خبرنگاران آریانا نیوز را رها کنند. این سازمان در ادامه گفته است که گروه تا در حال به بازداشت معترضان، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران ادامه می‌دهند که هفته گذشته با برخی کشورهای غربی در اسلو نشست درباره وضعیت بشر دوستانه در افغانستان برگزار کرده و گفتگو کردند. عفو بین الملل تاکید کرده است که جامعه بین المللی باید از گروه تا بخواهد که به نقض حقوق بشر پایان داده و آنها باید پاسخگو باشند. این در حالی است که وارث حسرت گرداننده برنامه سیاسی و اسلم حجاب گزارشگر اقتصادی تلویزیون آریانا نیوز بعد از ظهر دوشنبه 11 دل و از درب ورودی این رسانه در کابل توسط نیروهای استخبارات گروه تا بازداشت شده است. در همین حال خانه آزادی بیان هم بازداشت اسلم حجاب و وارث حسرت را خلاف موازین جهانی حقوق بشر با آزادی بیان دانسته و از گروه تا خواسته است که تا بیدرنگ آنان را رها و بیشتر از این آزادی بیان را سرکوب نکنند. این نهاد از دیگر نهادهای حامی آزادی بیان و جامعه جهانی نیز خواست است تا جلوی سرکوب سیستماتیک رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان بگیرد.